به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. بشیر احمد تاین، سخنگوی حزب جنبش ملی و یکی از افراد نزدیک به جنرال دوستم در صفحه رسمی فیسبوکشون این نگاشته است: با آن که از چند و چون حزب برنامه کاکتوس آگاهی ندارم و اما این برنامه کاملا حکومتی و جانبدارانه بود. آقای فهیم هاشمی رئیس تلویزیون یک کوشید تا با هدف قرار دادن آرای مخالفین تیم غنی بخصوص ترک تبارا نیت داشت آرای این کتله منسجم را متلاشی نموده و به طرف تیم دولتساز بکشاند و احسان وزارت ولی امتش را تلفی کند. اما ترک تباران فریب برنامه تس انمی را نخوردن و تیر برنامه به ظاهر تفریحی در بطن سیوسی و اقتماندانه به سنگ خورد. اگر این برنامه کوچکترین حرمت به حرفه بیطرفی خبررسانی می داشت، همزمان سه تن ترک تباران را در سه برنامه جداگانه و از قبل پلان شده از تیم سوز به برنامه دعوت نمی کرد و ایشان نیز هرچی توانست بجای استفاده و پیام رسانی خوب به مردم لافیدن و عقده های شخصی را تحویل مردم کردن. حالا وجه تلویزیون یک به عنوان یک رسانه حکومتی نزد مردم خدشه خورده است. در روزهای اخیر شهرها به هایر تبدیل شده است. دوستان عزیز، قابل ذکر از خبری که خدمت شما تقدیم گردید نقل شده از فیسبوک رسمی بشیر احمد تینچ بود و تیم کاری کانال جنرال انفو در این مورد کدام نظری ندارد. دانش: نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری باید به زودی اعلام شود. محمد سرور دانش میگوید که همه طرف ها باید به فیصله های کمیسیون مستقل انتخابات احترام بگذارند. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در همایش در کابل از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را هر چه زودتر اعلام کند. آقای دانش همچنان از تمام طرف ها خواست تا به اعلام این نتایج احترام کنند. با گفته او، برخی از گروه های سیاسی یا تیم های انتخاباتی کوشش کردند که بر سر راه این انتخابات چالش ایجاد کنند. آقای دانش گفت: با همه این تلاش ها و یا چالش ها، اکنون بیشتر از دو ماه است که هم کمیسیون ها و هم آرای مردم به یک شکل به گروگان گرفته شده است. او افزود: ما از کمیسیون مستقل انتخابات جدن می خواهیم که اکنون که مسئله بازشماری در همه 34 ولایت افغانستان به پایان رسیده، دیگر اجازه ندهد که با سرنوشت کشور و با زندگی مردم بیش از این بازی شود و باید هر چه زودتر نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کند و همه گی ما نظر به کمیسیون و فیصله های کمیسیون احترام بگذاریم. آقای دانش همچنان گفت که روند صلح افغانستان باید از سوی افغان ها اداره شود. او گفت: در هر گونه طرح صلح باید اصول اساسی مردم افغانستان در نظر گرفته شود. نظام جمهوریت، حقوق شهروندی، دستاوردهای 19 سال اخیر یعنی قانون اساسی، آزادی بیان، انتخابات، حقوق بشر و حقوق زنان جز ارزش هایی که محصول دستاوردهای 19 سال اخیر مردم افغانستان است. به این ترتیب از هر طرح صلحی که این اصول را نادیده بگیرد، یک صلح عادلانه و پایدار به دست نخواهد آمد. این در حالی است که یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات روز پنج شنبه گفت که این نهاد از رهگذر فنی آماده است تا دو روزی دیگر یعنی شنبه 30 قوس نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. با گفته این نهاد، از 7 ولایت که روند بازشماری آرا در آنها به تأخیر آغاز شد، تنها ولایت بغلان باقی مانده است تا روند شمارش آرا در آن به پایان برسد.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید احتمال دارد نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری روز یک شنبه اعلام شود. انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به 3 ماه پیش برگزار شد، اما تا کنون حتی نتایج نخستین آن اعلام نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات از احتمال اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری به روز یک شنبه خبر می‌دهد. عبیب رحمان ننگ رئیس دبیرخانه این کمیسیون می‌گوید که روند بازشماری آرای 7 ولایت به پایان رسیده است و با درج اطلاعات برگه‌های نتایج آرای ولایت‌های بغلان، بدخشان و فاریاب در بانک اطلاعاتی این نهاد نتایج نخستین انتخابات اعلام خواهد شد. آقای ننگ دیروز جمعه 29 قوز به طلوع نیوز در این باره گفت ریزلچیت ها برگه های نتایج این 3 ولایت که به کمیسیون رسیدن روند انتک، اسکن و انتری آن را به پایان رسانیم و فردا بتوانیم برای اعلام نتایج ابتدایی گزارش کلی بازشماری 7 ولایت را به کمیسیون مستقل انتخابات بسپاریم. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته گفته بودند که آنها آمادگی تکنیکی برای اعلام نتایج نخستین به روز شنبه 30 قوس را دارند. دسته های انتخاباتی که در نظارت از بازشماری آرای ولایت های پنجشهر، بدخشان، بغلان، سرپل، فاریاب، جوزجان و تخار حضور داشتند میگویند که باید تیم های انتخاباتی که بیشترین تقلب را انجام دادند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. محمد ناطقی عضو دسته انتخاباتی دکتر عبدالله گفت تا زمانی که آرای تقلبی پاک نشود و اطمینان مردم حاصل نشود طبیعتا نتایج که اعلام می شود برای ما قابل پذیرش نیست. این اصل بنیادی و اساسی ما است. عارف کیانی سخنگوی دسته انتخاباتی رحمت الله نبیل نیز بیان داشت خواست ماست کمیسیون مستقل انتخابات این است دسته های انتخاباتی که مرتکب جرایم انتخاباتی شدند و آن نامزدان انتخابات که مرتکب جرایم انتخاباتی شدند از لیست نامزدان حذف گردیده و جهت مؤاخذه به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردند. سرور دانش معاون دوم دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی نیز در نشستی در کابل از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که به زودی نتایج نخستین انتخابات را اعلام کند. بیشتر از 2 ماه است که هم کمیسیون ها و هم آرای مردم به یک شکل به گروگان گرفته شده است. با این همه دسته های انتخاباتی دکتر عبدالله و رحمت الله نبیل میگویند که آرای 27 ولایت که ناظران این دسته های انتخاباتی در آن حضور نداشتند باید دوباره بازشماری شوند. اما دسته گلبدین حکمتیار خواهان بازشماری مجدد آرای 34 ولایت است و روند بازشماری آرا را تحریم کرده است. بازشماری آرای 6 ولایت پایان یافته است. روند شمارش آرا در این 7 ولایت 3 روز پیش آغاز شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بازشماری آرای 6 ولایت پایان یافته است و بازشماری آرای ولایت بغلان نیز فردا پنجشنبه 28 قوس پایان خواهد یافت. روند بازشماری بخش از آرای انتخابات ریاست جمهوری در ولایت های بدخشان، فاریاب، جوزجان، تخار، سرپل، پنجشهر و بغلان به دلیل مخالفت های دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و دسته های دیگر برای بیش از یک ماه به تأخیر افتاده بود. روند بازشماری را در این 7 ولایت 3 روز پیش آغاز شد. حبیب رحمان ننگ رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات به روز چهارشنبه 27 قوت به طلوع نیوز گفت. تنها در ولایت بغلان بازشماری به گونه نرمال ادامه دارد و تعهد همکاران تکنیکی این است که اگر کدام مزاحمت تکنیکی از طرف تکت های انتخاباتی نباشد تا فردا تکمیل خواهد شد. شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که مانع بازشماری را در این 7 ولایت شده بودند و اکنون تاکید می‌ورزند که کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری آرا را در 27 ولایت که به حضور ناظران آنان انجام شده است از سر صورت گیرد. اما نهادهای ناظر این کار را چندان عملی نمی‌دارند. علی عادلی معاون بنیاد تحلیلگران افغانستان در این باره گفت بعید می‌دانیم که فرصتی برای بازشماری مجدد در این 27 ولایت باشد، اما اگر اینها بر این خواست خود پافشاری کنند در واقع ما شاهد دور جدید از جنجال‌ها میان کمیسیون مستقل انتخابات و دسته های انتخاباتی خواهیم بود. سمیرا رسا سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز اظهار داشت تا
دوباره رفتن به بازشماری را در 27 ولایت درست نخواهد بود. این 27 ولایت از سوی کمیسیون بازشماری شده، اما بیشتر نمیخواهیم که روانده بیشتر در دست کمیسیون انتخابات باشد. باید رشته را بدهن به کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی. سپاس از اینکه با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.